توی این جلسه میخوام سیستم نورپردازی استاندارد و لومن و پس تریس رو توی این پروژه بهتون نشون بدم و با هم روی این پروژه دقیقتر بررسیش بکنیم. قبل از اون میخوام که انیمیشن این پروژه رو مشاهده بکنید توی حالت پس تریس که در واقع نورش رو بهتر درک بکنید. بچه این پروژه قسمت آقایان این باشگاه هستش که به این صورت قسمت بانوانش هم یک طراحی متفاوت داشت و کلن تم رنگیش هم متفاوته. این پروژه توی کیش هستش و بخش در واقع شبیه سازیش کلن به ما سپرده شد که مدل سازیش با رویته و رندرها و انیمیشنش هم با توی موشن گرفته شده. رندرهاشون هم بهتون نشون میدم در ادامه که با پستریس گرفته شده، ولی قبل از اون بریم با هم حالات مختلف نوریش رو ببینیم. الان من اینجا یک مثبت میزنم، میام تو حالت رندر استاندارد رو میزنم. ببین این حالت استاندارد، آینه رو ببینید، رفلکتاش رو ببینید چجوریه. حتی من اگر رفلکشن پروپس بذارم روش، نگاه کنید خوب میشه، ولی یه حرکتی که میکنیم یکم واقعی نیست و در واقع انعکاساش هم درست نیست. تو انیمیشن هم که معمولا خوب دیده نمیشه. خب این اولین نکته. حالا من میام توی لومن، اینجا همین رو میام لومنش فعال میکنم، یکم نورامو تنظیم میکنم. بین هر کدوم معنی که سویچ بکنید نیاز هست دوباره نور رو تغییر بدید چون پارامتراش عوض میشه. مثلا اول از همه من میام توی قسمت اکسپوژر، لوکال اکسپوژر رو میزنم که تیرگی هام که خیلی تاریکه روشن بشه، اونجایی که خیلی روشن یه مقدار تاریک بشه. یه مقدار میتونم اکسپوژر رو زیاد بکنم عددش رو. خب خوبه. حالا اینجا آینم بهتره ولی یکم تاره. چجوری باید فعالش بکنم که بهتر بشه؟ بدون رفلکشن هم کار میکنه، نیازی حتما رفلکشن بذارید. مثلا الان من باکس رفلکشن رو میتونم پاکش بکنم. خب ببینید الان من میخوام رفلکتام بهتر بشه، میام توی تب رندر، اینجا کوالیتی رو زیاد میکنم. ببینید چه اتفاقی میفته. کوالیتی رو که زیاد بکنم در واقع اون پردازش هام توی جایی که رفلکت زیاد داره بهتر میشه. باونس کانت رو هم زیاد میکنم، بهتر شد. و همینطور میام توی قسمت سین دیتیلز، اینم دوباره عددش رو زیاد میکنم و عددش رو اینا رو هم جوری تنظیم میکنم که بهترین نتیجه رو بده. اما چرا بازم اون نتیجه مطلوب رو نداد بچه؟ به خاطر اینکه لومن و کلن استاندارد توی قسمت آینه و شیشه هنوز یکم ضعف دارن. اما اگر من آر رو بزنم یا رو پس تریس کلیک بکنم ببینیم چه اتفاقی میفته.
چقدر همه چیز شفاف و عالی شد. حالا من اینو میذارم روی لو، نمیخوام 1024 تا سمپل بگیره، میذارم روی لو که مثلا 8 تا سمپل بگیره. دینویزش هم بعد فعال بکنم. خب ببینید چقدر آینم شفاف شد. یا مثلا بیام تو یکی آینه ببینم، نگاه کنید، حتی حرکت هم میکنم چقدر پردازشم توی آینه و رفلکت ها دقیقه. اینکه خمیری میشه دیگه دلیلش رو فهمیدید، کارتونی میشه یا به این شکل میشه. بعد سمپلمون رو بالاتر ببریم که در واقع از اون حالت به دور بشه، یا اینکه رزولوشن کارمون رو بیشتر بکنیم که بهتر بشه. خب ببینید پس به این شکله. میتونید توی لومن هم یه مقدار پردازش ها رو بهتر بکنید با در واقع تغییر این پارامترها و تغییر شادو و تغییر کوالیتی و که اصلش در واقع کوالیتی، اما باز هم اون نتیجه مد نظری که میخوایم رو ممکنه نده. و حتی اگر شما اینجا باکس رفلکشن هم بذارید تأثیری نخواهد داشت. این هم در واقع تفاوت اصلیشون. پس یه بار دیگه میگم توی حالت رندر استاندارد سبکترینه، سریعترینه، ولی خب بخواید رئالش بکنید بعد خیلی روی نور پردازی و جزئیات صحنه و آبجکتاتون کار بکنید. لومن بعد از استاندارد خیلی رئاله، یعنی اول لومن بعد استاندارده، ولی یه مقدار کندتره، ولی نسبت به پس ریس خیلی تندتره و در حالاتی شاید نزدیک به استاندارد باشه سرعتش. مثلا اگه یه رندر عکس میگیرید، مثال میگم اگر 30 ثانیه طول میکشه تو لومن هم ممکنه یه 30 ثانیه طول بکشه یا مثلا 40 ثانیه طول بکشه، بستگی به سیستمتون و پروژهتون داره. مثلا استاندارد انیمیشن تو مثلا 20 دقیقه یه رو 10 دقیقه طول میکشه، تو لومن هم ممکنه 10 دقیقه یا 12 دقیقه طول بکشه. حالا بستگی به پروژهتون یه مقداری هم ممکنه طولانی تر باشه لومن، ممکنه مثلا دو برابر هم حتی طول بکشه، بستگی به افکتی که استفاده میکنید داره. مثلا برف و بارون و اینا شاید یه مقدار سنگین تر باشه توی لومن، حالا در حالت کلی. ولی اگر نهایت کیفیت رو خواستید، زمان هم داشتید، پست ریس بهترین گزینه هستش. چند تا رندرهاش هم بهتون مثلا نشون بدم. ببینید این مثلا رندر در واقع ایزومتریکشه، این دوباره یه رندر دیگه، رندرهای کلوزآپ هم داره. من خروجیاش رو بهتون نشون بدم. اینها نهایی نیست، بذارید من رندرهای نهاییش رو بهتون نشون بدم. خب مثلا رندرهایی که در واقع گرفته شده، نگاه کنید این با پست ریس چقدر کیفیت بالا هستش، هم توی رفلکت ها، هم توی در واقع فوکوس و فلویی که ایجاد کردیم، هم توی در واقع رئال بودن متریال ها و نورپردازی به این شکل. اینا با پست ریس هستش. این هم یه آلترناتیو دیگه با یک رنگ دیگه و یک تم نوری دیگه، این هم با یک تم نوری دیگه ای. و دوباره از این سمت هم مثلا اینها رندرهای ایزومتریکش هستش، نگاه کنید چقدر در واقع جزئیات کار میتونه با دقت توی پست ریس محاسبه بشه. یا این شکلی نگاه کنید، من با رزولوشن بالا اگر خروجی بگیرم میتونم مثلا زوم بکنم و خیلی دقیق تر همه چیز رو ببینم. مثلا این یکی رو مشاهده بکنید به این شکل. اینا میتونیم رندر ایزومتریک ازش داشته باشیم. پس پست ریسینگ خیلی میتونه کارهای ما رو در واقع رئالتر خروجی بده به این شکل، به این شکل. و اگر سیستم بکشه خیلی خوبه، اگر هم نکشه لومن واقعا خوب شده و واقعا نعمتیه برای کسایی که پست ریس نمیتونن کار کنن ولی میخوان رندر خیلی رئال بگیرن با توی موشن، که لومن هم همون کار رو انجام میده، حالا یه مقدار تو رفلکت ها کم دقت تره. و کسایی هم که پست ریس رو دارن باز هم باید از لومن استفاده بکنن. کجا؟ توی جایی که سرعت واسه شون مهمه، جایی که میخوان انیمیشن های طولانی بگیرن. با پست ریس ممکنه خیلی طول بکشه ولی لومن خیلی سریع‌تر این کار رو برای ما انجام میده.